نام خدا. شاگردای عزیز و گرامی سلام. خوب هستین؟ بخیرین؟ جور هستین؟ صحتمند باشین؟ بخیر باشین؟ خب شاگردای عزیز، قرار بود چی کنین؟ با ما کارخانگی را روان کنین، درست است؟ از چه طریق میتونین روان کنین؟ براتون گفتیم دیگه، نه از طریق نمبر 20964-780-255-40-13 در چی؟ در واتساب میتونید با ما روان کنید، درست است؟ کدام سوال دارید یا کدام مشکل در حل سوالات دارید کارخانگی ها، میتونید با ما چی در ارتباط شد با این نمبر که برید خواندوم، درست است؟ خب شاگردای عزیز، ما و شما فصل دوم درس خود را شروع میکنیم، مضمون ریاضی فصل دوم محاسبات مالی. صحیح است؟ محاسبات مالی رو ما و شما قرار است شروع کنیم. جلسه چندم میشه؟ جلسه اول میشه. پس فصل اول خلاص کردیم، فصل دوم شروع میکنیم، محاسبات مالی جلسه اول. اما در این جلسه ما و شما چی عناوین را قرار است که بخونیم با هم؟ اول از همه چی رو میخونیم؟ نسبت رو میخونیم که نسبت چی است، و بعد از او تناسب میخونیم، و در آخر چی؟ تقسیم به اجزای متناسب. یعنی ما شما یک تعداد داریم، میخواییم بین مثلا دو نسبت تقسیم کنیم، میرسه ایست که باز ما مثال میزنیم برد و سر تخته کار میکنم. پس اول اصلا چی رو میخواییم؟ نسبت. شاگرده از وگرامی، نسبت چی است؟ نسبت به عنوان مثال، من یک مثال برد میزنم، با یک مثال برد تشریح میکنم که نسبت چی است. ما شما خب کیمیا خواندیم، کیمیا داریم دمی سال دیگه، نه پارسال هم داشتیم دیگه، درست است؟ سال قبل هم ما شما کیمیا داریم، در این سنف هم، سنف هشتم هم ما کیمیا داریم خواندیم. مولکول آب، یک مولکول آب چند اتم اکسیژن دارد؟ اکسیژن چند تاست؟ یک تا. آفرین. چند تا هیدروژن دارد؟ هیدروژن دو تا دارد. هر مولکول آب پس چی است؟ یک تا اکسیژن دارد، دو تا هیدروژن دارد، درست است؟ پس میفهمیم دیگه، نه؟ پس ما میگیم نسبت اکسیژن به هیدروژن در مولکول آب چند است؟ یک به دو. صحیح؟ چون در مقابل یک تا اتم اکسیژن دو تا اتم هیدروژن وجود دارد، درست است؟ حالا اگه ما دو مولکول آب داشته باشیم، ما و شما دو مولکول آب داشته باشیم، چند تا اکسیژن دارد؟ دو تا اکسیژن دارد. آفرین. هر مولکول یک تا اکسیژن دارد دیگه، نه؟ چند تا هیدروژن دارد؟ دو تا داشت. حالا اگر دو مولکول باشد، چهار تا هیدروژن دارد، درست است؟ اینو میفهمیم دیگه. پس میگیم نسبت اکسیژن به هیدروژن چی میشه؟ یک به دو. اگر بگیم نسبت، شاگردای عزیز دقت کنید، اگر بگیم نسبت هیدروژن به اکسیژن چند میشه؟ دو به یک. چون دو تا هیدروژن داریم، یک تا اکسیژن داریم، درست است؟ پس یک مثال بسیار آسان برای نسبت. پس نسبت به این شکل است که اگر ما دو عدد داشته باشیم یا دو کمیت داشته باشیم، به این شکل تعریف میکنیم. دو کمیت داشته باشیم، میگیم نسبت مشخص میکنه که به ما این عدد اول چند برابر عدد دوم است، یا چند حصه عدد دوم میشه. صحیح است؟ پس نسبت به این شکل است. به عنوان مثال، همین مثال که زدیم، گفتیم که چه در مولکول آب، ما خب شما فرمول کیماییش بلدین دیگه، نه؟ H2O. صحیح است؟ به این شکل است دیگه، نه؟ بیشک مچی است، فرمول مولکول آب است که دو تا هیدروژن دارد، یک تا اکسیژن دارد در هر مولکول. صحیح است؟ آل بانوان مثال. پس میگیم که نسبت، به اینجا نشته میکنم، نسبت اکسیژن به هیدروژن چی میشه؟ نسبت اکسیژن به هیدروژن. پس جوابش چی میشه؟ میگیم که اکسیژن چند تاست؟ یک تاست. هیدروژن چند تاست؟ دو تا در هر مولکول. پس میشه یک به دو. یک به دو. به این شکل نوشته میکنیم شاگرد عزیز. یا به این شکل میتونیم نوشته کنیم، یا به این شکل میتونیم نوشته کنیم. یک به دو رو نوشته کنیم. یک تقسیم بر دو. به این شکل نوشته میشه. یا بعضی کتاب به این شکل نوشته میکنه. یک دو نقطه دو. و از همه مهمتر به این شکل نوشته میکنیم. یک بر دو. صحیح؟ پس هر کدوم از اینا نوشته کنیم فرقی نمیکنه.
فهمیدی چرا رقم شد دگنه؟ پس نسبت اکسیژن به هیدروژن میشه 1:2، یا نوشته میکنیم 1:2، یا نوشته میکنیم 1:2 میمانیم، یا از همه مهمتر که ما از این بیشتر استفاده میکنیم 1:2. صحیح؟ اگر بگن نسبت هیدروژن به اکسیژن چی میشه؟ بگین شما؟ آفرین. پس چی میشه؟ هیدروژن چند تاست؟ 2 تاست. اما اکسیژن چند تاست؟ 1 تاست. پس میشه 2:1. پس نوشتن میکنیم 2:1. صحیح؟ یا به شکل نوشتن میکنیم یا نوشتن میکنیم 2:1. یا گفتیم به شکل نوشتن میکنیم 2:1. یا چی نوشتن میکنیم؟ بس همون مهمتر گفتیم به شکل کسری 2:1. صحیح؟ پس نسبت ما به شما فهمیدیم. نسبت پس با یک مثال دیگه. مثال دقت کنید. میگیم ما به شما چی داریم؟ 1 تا مستطیل داریم که طول از 5 است، عرض از 3 است. 3 سانتی متر، 5 سانتی متر. به ما میگن نسبت طول به عرض چند میشه؟ پس نسبت طول به عرض، پس من نوشته میکنم. نسبت طول به عرض. نسبت طول به عرض چند میشه؟ بگین شما. طول ما چند است؟ 5 است، عرض ما 3. هر کدوم اینا نوشته کنه فرق نمیکنه، ولی یه آخری از همه مهمتر و آسان‌تر است، ما از این استفاده میکنیم. صحیح؟ پس اون نسبت طول به عرض چند میشه؟ میشه 5:3. صحیح؟ 5:3. اگر به ما بگن نسبت عرض به طول چی میشه؟ نسبت عرض مستطیل به طول جواب چی میشه؟ بگین شما. عرض ما چند است؟ 3 است. طول ما چند است؟ 5 است. پس میشه 3:5. فکرت شد؟ یعنی پس فهمیدی چی رقم شد دیگه؟ پس نسبت فهمیدی موشو. بسیار آسان است. نسبت مشخص میکنه که با ما کمیت اول چند برابر کمیت دوم است یا چند حصه کمیت دوم است. به عنوان مثال نسبت اکسیژن به هیدروژن چند شد؟ 1:2. از 2 حصه 1:1 شد دیگه. نه اینو میفهمیم، 1:2 رو خود میفهمیم. یا نسبت هیدروژن به اکسیژن چی میشه؟ میشه 2:1. یعنی چی؟ یعنی تعداد هیدروژن نظر به اکسیژن چند است؟ 2 برابر است. صحیح؟ ما اگر 10 تا مولکول آب داشته باشیم چند تا هیدروژن دارد؟ شاگرد عزیز بگین شما؟ آفرین، 10 تا مولکول داشته باشیم 20 تا هیدروژن دارد. و چند تا اتم اکسیژن دارد؟ هر کدوم 10 تا دیگه نمیشه دیگه، 1:2 دیگه. یعنی میگیم که هیدروژن 2 برابر اکسیژن است. پس نسبت به امیر به ما مشخص میکنه که کمیت اول چند برابر کمیت دوم یا چند حصه کمیت دوم است. که پس فکرت باشه، سوال دقت کن شاگردای، دقت کنید، اگر با ما بگه نسبت هیدروژن با اکسیژن 2:1 میشه، اگر بگه اکسیژن با هیدروژن همیشه اولی در صورت نوشته میشه. صحیح؟ اکسیژن 1 است، پس میشه 1:2. اگر بگه هیدروژن با اکسیژن، هیدروژن چی میشه؟ در بالا نش 2:1 نوشته میشه. پس فکرت باشه که کدام از شما میخواد. پس چی شد شاگردای عزیز؟ نسبت ما شما بسیار آسان فهمیدیم دیگه، نه؟ خب شاگرد عزیز و گرامی، پس چی شد؟ این نسبت ما شما خواندیم. نسبت ما شما خواندیم، پس من نسبت تیک مارک میکنم، نسبت خلاص شد که فهمیدیم چی است. اما موضوع دوم ما شما چی است؟ تناسب است. تناسب چی است؟ میگیم که اگر ما 2 تا نسبت داشته باشیم که با همدیگه چی باشد؟ مساوی باشد. پس به این اردو چی میگیم؟ یک تناسب میگیم. پس تناسب چی است؟ تساوی بین دو نسبت. اگر 2 نسبت با هم مساوی باشد میگیم چی است؟ او اردو با هم دیگه تشکیل یک تناسب به ما میده. به عنوان مثال، او مثال چی زدیم؟ مولکول آب زدیم. مولکول آب، در 1 تا مولکول آب، درست است؟ 1 تا مولکول آب نسبت هیدروژن با اکسیژن چند بود؟ 2:1. درست است؟ 2:1. حالا اگر در 3 مولکول آب باشه، 3 تا مولکول آب چند هیدروژن دارد؟ 6 تا دارد. آفرین. 6 بر چند میشه؟ 3. صحیح؟ 6 بر 3 میشه دیگه، چون 3 تا اکسیژن دارد، 6 تا هیدروژن دارد. خب سوال، بین از هر دو نسبت آیا مساوی است؟ یعنی هر دو نسبت مساوی است یا نه؟ میگیم بله، هر دو با هم چی است؟ مساوی است. چون 6 سر اختصار میتونیم ما شما بکنیم دیگه، نه؟ 6 بر 3 ما شما اگر اختصار بکنیم، 6 بر 3 اختصار به 3 کن، 3 به 3 1 میشه، 6 به 3 میشه 2، پس جوابش میشه 2:1. دقیقاً 2:1 با 2:1 مساوی میشه. صحیح؟ پس هر دو نسبت با هم چی است؟ مساوی است. پس به این تساوی که دو نسبت با هم مساوی باشد ما شما چی میگیم؟ یک تناسب. پس تناسب چی است؟ تساوی بین دو نسبت. یک تا مثال برات بزنیم.
فهمیده چرا خم شد دیگه نه؟ پس تناسب چی است؟ تناسب برش میگیم چی؟ تساوی بین دو نسبت. پس تناسب من اشتا کنم تعریفش را میگیم تساوی دو نسبت میگیم را تناسب مینامیم، تناسب میگوییم یا مینامیم، فرق نمیکنه. صحیح؟ پس تناسب چی میگیم؟ تساوی دو نسبت را تناسب میگوییم. به عنوان مثال یک تا مثال برای زدم دیگه نه، اما مثال که گفتیم مولکول آب، در یک تا مولکول آب چی داریم؟ دو تا هیدروژن داریم، یک تا اکسیژن داریم. اما در سه مولکول آب 6 تا هیدروژن داریم، 3 تا اکسیژن داریم. صحیح؟ یار دو با هم چی هست؟ مساوی. چون اختصار کنی همین دو بر یک میشه. پس به چی میگیم؟ یک تا تناسب میگیم. تا اینجا بخیر فهمیدی چی هست دیگه نه شاگرد عزیز؟ پس تناسب چی شد؟ تساوی بین دو تا نسبت. ما شما چی میگیم؟ تناسب میگیم. حالا سوال شاگرد عزیز دقت کنید، 3/5 به عنوان مثال و 6/10 یه هر دو تناسب است یا نه؟ یعنی بینشون مساوی است یا نه؟ میتونی مساوی بانی بین هر دو یا نه؟ 3/5 6/10 اگه اختصار کن همین میشه یا نمیشه؟ شاگرد عزیز 6/2 اختصار کن چند میشه؟ 3. 10/2 اختصار کن 5. صحیح؟ دقیقا با هم چی است؟ مساوی است. پس یه هر دو چی است؟ مساوی است. پس میگیم یه هر دو یک تا چی است؟ تناسب است. فهمید چرا خم شد؟ پس یه هر دو تناسب است. این هم چی بود؟ تناسب بود. خب یک تا مثال دیگه، 3/5 و 7/11 یه هر دو تناسب است یا نه؟ میتونی اختصار کنی به این شوه؟ مساوی شوه؟ 7/7 اختصار کنی؟ 7/7 اختصار میشه دیگه نه؟ اما 11 که به 7 نمیشه، پس اختصار نمیشه. پس یه هر دو با هم مساوی نیست. پس یه هر دو با هم مساوی نیست، میگیم این تناسب نیست. فهمید چرا خم شد دیگه نه؟ خب اما شاگرد های عزیز دقت کنید، یک کمی ممکنه سخت باشد اختصار کردن. راه خوبی است که اختصار کنیم، اما بعضی وقتا نمیشه. یک راه بسیار آسان تر برات میگم که شما بفهمید دو نسبت آیا تناسب تشکیل دادن میتونن یا نمیتونن و او چی است. دقت کنید شاگرد عزیز، ما و شما اگر چی داشته باشیم، یک تناسب داشته باشیم، دو نسبت با هم مساوی باشد. به عنوان مثال همین تناسب گذادیم، مثال گذادیم اینی اعداد، اعدادی که شک مانده باش خط میکشم که متوجه باشی کدام اعداد برد میگم. اینی اعداد صحیح؟ اینی دو و سه صحیح؟ اینی دو و سه را ما برش چی میگیم؟ نسبت اول صورتش، نسبت دوم مخرجش. به اینا میگیم طرفین صحیح؟ نام از دا چی هست؟ طرفین، حدای طرفین بهش گفته میشه در ریاضیات صحیح؟ و به این اعداد دیگه، به اینی اعداد 6 و 1 اینی اعداد صحیح؟ این عدد چی میگیم؟ میگیم وسطین. پس طرفین وسطین. فهمیدی؟ پس ما و شما اگر یک تا تناسب داشته باشیم، جملات یا حدای طرفین در هم ضرب کنیم، دو سه چند میشه؟ 6 میشه. وسطین هم در هم ضرب کن، 6 1 6 میشه. با هم دیگه 100% مساوی میشه. 100% ضرب طرفین با ضرب وسطین مساوی میشه. به این میگیم طرفین وسطین. صحیح؟ در اینجا این تناسب است؟ بله. 3/10 30 آفرین. 6/5 30 با هم چی شد؟ مساوی شد، ضربشون دیگه نه. خب از این ما میفهمیم که آیا دو نسبت تناسب شدن میتونه یا نمیتونه. با عنوان مثال 3/11 3/11 چند میشه؟ 33 میشه. آفرین. 7/5 35 33 با 35 مساوی نیست، پس هر دو تناسب شدن نمیتونه. صحیح؟ پس فهمید چرا شد دیگه نه؟ با عنوان مثال پس دقت کنید، در اینجا من نوشته میکنم 2/1 صحیح؟ پس مساوی شد با چند؟ با 6/3. به اصطلاح هم میگیم طرف وسطین کن. طرف وسطین از چی میشه؟ طرف وسطین از 2/3. پس 2/3 مساوی است با 1/6. 1/6 که هم چند میشه؟ یم میشه 6. 2/3 میشه 6 صحیح؟ و اینجا 1/6 هم میشه چند؟ 6. 6 با 6 مساوی است. پس یه هر دو چی هست؟ متناسب است. اصطلاحاً میگیم تناسب وجود دارد. صحیح؟ پس فهمیدی؟ پس ما و شما اگر دو تا نسبت داد گفت این هر دو میتونه یک تناسب باشد، ما از چی استفاده میکنیم؟ از طرفین وسطین. اگر اختصار کنیم که آسان تر است، اختصار میتونه اگر تونستیم اوکی، اما اگر نتونستیم اختصار کنیم چیکار میکنیم؟ طرفین وسطین میکنیم. صحیح؟ میگیم 3/11 آیا مساوی میشه با 7/5؟ میگیم نه خیر، 3/11 33 اما 7/5 35 همینجا من مثالش اگه بکشم برات نوشته کنم، پس این میشه 3/11 دوبر چی میشه؟ 5/7
سه ضرب در 11 چند میشه؟ سه ضرب در 11 میشه 33. 7 5 35 هر دو با هم مساوی نیست. وقتی مساوی نباشد پس هر دو نسبت تناسب جور کرده نمیتونند با هم دیگه. صحیح؟ پس فهم نشه رقم شد دیگه نه؟ پس تناسب رو فهمیدیم. خب شاگردان عزیز دقت کنید. مثال یا بگیم سوال با ما به شکل گفته که این تناسب است با عنوان مثال 3 بر 5 مساوی است با 15. در اینجا خانه خالی. در خانه خالی چه عددی باید بانیم که تناسب جور شوه؟ تناسب است دیگه، یعنی مساوی است. دو نسبت با هم چی است؟ مساوی است. 3 بر 5 چند بر 15 میشه؟ این رو باید دریافت کنیم. این اگه دریافت کنیم خانه خالی رو چرا هم دریافت میکنیم؟ از این سوال بسیار زیاد میآید. در کارخانگی هم است، در امتحان هم است دیگه، فکرت باشه. بسیار آسان است. به این شکل انجام میدیم. میگیم که به این شکل دو راه داریم برای حل این. میگیم که 5 ضرب در چند شده 15؟ تناسب است دیگه. 5 ضرب در 3 شده، 3 برابر شده نه؟ 5 ضرب در 3 میشه 15. پس یعنی 3 باید ضرب در 3 شوه. پس به این شکل میگیم این ضرب در 3 شده 5 3 15. پس این هم باید 100% ضرب در چند شوه؟ ضرب در 3 شوه. 3 3 9. صحیح؟ پس او باید خانه خالی چند باید باشد؟ 9 باشد. یک راه بسیار آسان. 5 15 6 2 چند شده؟ 3 شده 9. ضرب در 3 شده در دوش. اما راه دوم. پس راه اولش فهمیدیم چه رقم است دیگه نه؟ چون راه اول بعضی وقت‌ها بعضی سوالا رو ما حل کرده با این راه نمی‌تونیم. به عنوان مثال نگاه کنید. داشته باشیم 3 بر به عنوان مثال باشد 3 بر 4 مساوی است با در اینجا باشد 18. صحیح؟ این خانه خالی باشد. 4 ضرب در چند میشه 18؟ 4 5 20 میشه. صحیح؟ 4 4 16 میشه. دریافت نمی‌تونیم. اگر باشد عدد چی است؟ عدد کسری است. کمی سخت میشه. پس اینو چی بگیم ضرب در چند کنیم؟ دقیق نمیفهمیم. پس به این خاطر من راه دوم برات میگم. راه دوم برات میگم که بفهمی چی است. خب راه دوم به این شکل است. دقت کنید شاگردان عزیز، راه دوم به این شکل است که ما این خانه خالی رو نامش چی میمونم؟ نامش را x میمونم. صحیح؟ نامش x میمونم. و x رو دریافت میکنم. پس x ما و شما چی میشه؟ فرمولش به این شکل است. x مساوی است یک تا خط کسری میکشیم. دقت کنید یک تا خط کسری میکشیم و این هر دو اعدادی که جملات چی است؟ طرفین دیگه. صحیح؟ طرفین ضرب بشه در صورت نوشتن میکنیم. پس میشه 3 ضرب در 18 تقسیم بر این عدد آخر به شکل وسطین دیگه. صحیح؟ در این 4 در مخرج نوشته میشه. پس اینو باید چی کنیم؟ دریافت کنیم که ببینیم چند میشه. دقیقش به این شکل دریافت میشه. پس چی شد؟ دقت کن شاگردای عزیز، دقت کنید. اگر ما یک خانه خالی در اینجا داشته باشیم، اینی هر دو در هم ضرب در صورت، اینی عدد در مخرج. اگر ما شما به این شکل داشته باشیم، باشد 5 بر 4 مساوی است با 3 بر خانه خالی. این نامش x میمونیم. پس x ما شما اینجا چند میشه؟ x مساوی میشه با خط کسری میکشیم. اینی هر دو باز دوباره در صورت نوشته میشه ضربش. پس 3 ضرب در 4 اما در مخرج عینی عدد نوشته میشه. 5 در مخرج نوشته میشه. صحیح؟ پس خانه خالی هر جا بود فرق نمیکنه. در اینجا باشه، در اینجا باشه، در اینجا در جا باشد به شکل ضرب دری. صحیح؟ و عددی که مقابل هم به شکل ضرب دری است، او هر دو رو ضرب میکنیم، در صورت نوشته میکنیم. او عددی که به شکل ضرب دری در مقابل این خانه خالی است، او در مخرج نوشته میشه. فهمیدید چه رقم شد دیگه نه؟ پس اینو ما میتونیم دریافت کنیم. پس ما اینو دریافت کنیم چند میشه؟ اینا که دریافت کنم 3 ضرب در 18 تقسیم بر 4 باید بسازیم. 3 18 3 10 3 8 24 میشه 54. صحیح؟ 54. 54 تقسیم بر 4 اگه تقسیم بر 4 بکنیم 54 تقسیم بر 4 هم میتونیم اختصار کنیم نه به 2 اختصار کنیم میشه 2. صحیح؟ 54 میشه 20. صحیح؟ 7. پس 27 بر 2 که 27 بر 2 اگه دریافت کنیم 27 بر 2 هم میشه تقسیم کنیم هم بگیم 27 بر 2 میشه 13.5. صحیح؟ 13.5 دیگه 13 باشه میشه 26 نیم میشه میشه 27. پس جواب ازی آخر میشه 13.5. صحیح؟ پس ایکس ما شما چند شد؟ 13.5. پس اشاریه دریافت شد. نگه از روی اول نمیشه. روی اول اگه عدد صحیح باشه که میتونیم بگیم 5 ضرب در چند شده 15؟ 5 ضرب در 3. صورت هم میشه 3 ضرب در 3 میشه 9. اما روی دوم گفتیم هم برای مثال مثل اول حل میکنه هم مثال دوم حل میکنه برای ما. صحیح؟ دمی هم حل شده میتونه. نگاه کنید این اکسپوننت میشه 3 5 3 ببخشید 3 ضرب در 15 تقسیم بر 5. پس ما این نامش بگیریم x. x ما شما چی میشه؟ در اینجا خط کسری میکشیم. این 3 که 15 در صورت ضرب میشه 3 ضرب در 15 تقسیم بر اینی عدد 5 در مخرج. صحیح؟ میشه 3 15 45 تقسیم بر 5 کنیم میشه 9. صحیح؟ 9 5 45 میشه. جواب ما شما چند شد؟ 9 شد.
صحیح؟ پس این راه دوم بسیار آسان بهتر است. راه بهتر است که همه سوالا رو برای شما چی میکنه؟ حل میکنه. پس به این شکل است که nx اگر با این خانه خالی باشه در نامش x میگیریم و به این شکل میگیم که به شکل چی ضرب دری دیگه نه میگیم x مساوی است با n هر دو که ضرب دری مقابل هم است ضرب میشه در صورت و n عدد که مقابل x است در مخرج نوشته میشه. صحیح؟ پس فهمیدید چی شد؟ شاگرد های عزیز دقت کنید، خیلی از کتاب ها انمی تناسب که یک تاش x متر به ما میگه دریافت کنید به این میگن چه؟ جدول تناسب. پس بعضی از کتاب های رو به عنوان جدول تناسب هم نام میگیره. صحیح؟ چرا؟ چون میتونه این رو بیشک کنه، یک تا جدولی رو جور کنه بیشک. بعضی از کتاب های به عنوان یک جدول جور میکنه. صحیح؟ جدول تناسب برش میگیم. پس فهمیدید چی رقم شد دیگه نه؟ پس جدول تناسبی هم خود تناسب رو فهمیدیم که تساوی دو تا نسبت بین دو تا نسبت اگه مساوی باشد میگیم تناسب. و از کجا میفهمیم دو نسبت متناسب است یا نه؟ گفتیم طرفین وسطین کن دیگه، جملات طرفین در هم ضرب کن، جملات وسطین در هم ضرب کن، اگر مساوی شد او هر دو چی است؟ با هم مساوی است، یعنی تناسب جور کرده میتونن با هم دیگه، و اگر مساوی نشد تناسب جور کرده نمیتونه. صحیح؟ خب شاگردان عزیز و گرامی، پس هم از عنوان دوم درس ما و شما چی است؟ تناسب خواندیم. صحیح شد؟ پس ما تناسب تیک مارک میکنیم، پس تناسبم خلاص شد. اما قسمت آخر ما و شما چی است؟ تقسیم به اجزای متناسب. ما تقسیم به اجزای متناسب با یک تا مثال برای تشریح میکنم. به عنوان مثال احمد و مسعود دو همصنفی هستن که یک تا کار انجام دادن با هم به عنوان شریکی. سه کار کردن، احمد دو هفته کار کرده و مسعود سه هفته، اما کار انجام دادن. سه دو هفته و سه هفته، دو هفته احمد کار کرده خلاص و بعد از اون سه هفته مسعود کار کرده. پس احمد دو هفته، مسعود سه هفته. نسبت احمد به مسعود چی میشه؟ دو به سه، یا دوی بر سه نوشته میکنیم. نسبت مسعود به احمد چی میشه؟ سه بر دو. سه است. پس احمد به مسعود، احمد دو هفته کار کرده و مسعود سه هفته، پس دوی بر سه میشه. حال کار خلاص شده بعد کار که اردو کرده و 27000 افغانی معاش به اینا دادن. حال این اردو میخواد بین خود تقسیم کنه میره با توجه به هفتهایی که کار کرده دیگه نه. اگر اردو نیم کنه که خب مساوات رعایت نمیشه دیگه نه، عدالت رعایت نمیشه، چون این دو هفته کار کرده و سه هفته کار کرده. صحیح؟ پس این چی است؟ این به میگیم تقسیم به اجزای متناسب، چون احمد و مسعود نسبتش دو به سه است. پس همین 27000 افغانی معاشه ای را چی کنیم؟ باید متناسب تجزیه کنیم، تقسیم کنیم دیگه نه، نظر به کاری که احمد کرد، نظر به کاری که مسعود کرد. پس در اینجایی که ما چی میتونیم مثال کار کنیم، با ریاضی حل کنیم تقسیم به اجزای متناسب. فهمید؟ همین مثال برات میزنم دیگه، نوشتم میکنم. پس احمد چند هفته کار کرده؟ دو هفته. صحیح؟ مسعود چند هفته کار کرده؟ سه هفته. پس نسبت احمد به مسعود چند میشه؟ دوی بر سه، چون احمد اول است پس در صورت نوشته میشه. اگر بگم مسعود به احمد میشه چند؟ سه بر دو، دوی بر سه. صحیح؟ حال معاش کل چند بوده؟ معاشی که اینا گرفتن 27000 افغانی بوده. صحیح؟ 27000 افغانی. حال این رو باید چی بین خود تقسیم کنن؟ گفتیم اگر دو نیم کنه که خب غلط است دیگه، خب احمد مسعود قبول نمیکنه، مسعود سه هفته کار کرده، احمد دو هفته، نیم نمیشه دیگه. صحیح؟ پس این رو ما شما باید چیکار کنیم؟ تجزیه کنیم. چه رقمی رو تجزیه میکنیم؟ دقت کنید شاگردای عزیز، دقت کنید که بسیار مهم است. اگر ما یک عدد بخوایم، یک عدد 27000 افغانی را به اجزای متناسب دو و سه با نظر به نسبت زیاد تقسیم کنیم، چیکار باید بکنیم؟ پس ما و شما یک تا دقت کنید شاگرد عزیز، این تناسب نیست ها. البته تناسب است، اما اون تناسبی که ما و شما یاد داریم نیست، کمی فرق میکنه. پس اون جدول تناسب بسیار اینو بگیم دوی بر سه مساوی با 27000 تقسیم بر خانه خالی غلط است. این چرا حل میکنیم؟ این 27000 چی است؟ 27000 کل پیسه از یاردو است. صحیح؟ پس نسبتش به دو سه نیست دیگه، نسبت به کل است. پس اگه با ما و شما بخوایم دریافت کنیم، باید نسبت ها رو باید با هم چی کنیم؟ جمع کنیم. پس حل، ما این حل میکنیم. چیکار میکنم؟ پس نسبت ها رو جمع میکنم. نسبت کل چی میشه؟ نسبت کل هر دو نسبت احمد و مسعود جمع کن، پس میشه دوی جمع سه مساوی است با پنج. صحیح است؟ پس یک تا میریم چی میکنیم؟ تناسب جور میکنیم. تناسب بیشک میگیم که چی؟ میگیم که نسبت کل چند است؟ پنج. کل معاش چند است؟ 27000. پس 27000. صحیح است؟
پس کل به معاش نوشته کرده ما. اگر شما 3 رو به 27,000 نوشته کنید، 2 رو به 27,000 نوشته کنید، غلط است. پس باید چه کنیم؟ نسبت کل جور کنیم اول. نسبت احمد مسعود کلش جمع بکنیم میشه 5. صحیح؟ پس 5 به 27,000. حال مفاهیم میشه با؟ صحیح؟ میخوایم دریافت کنیم که چند میشه. خب معاش احمد میخوام احمد دریافت کنیم، مسعود باز جدا دریافت میکنیم. اول احمد دریافت میکنیم. احمد دریافت کنیم چه میشه؟ احمد نسبتش چند است؟ 2 است و معاشش نامش میگیریم x. پس یک تا تناسب جور کردیم. اما تناسبی که دقت کنید شاگردای عزیز، اگر تناسب من به جای از این 5 نوشتم میکردم 3 غلط بود دیگه. 5 چی است؟ نسبت کل است. کل نسبت ها رو باید با هم جمع کنید، چون معاش کل از این است دیگه. پس نسبت کل هم باید چی شود؟ جمع شود. نسبت هم جمع کردیم شده 5 به 27,000. حال نسبت احمد چند است؟ 2 به چی؟ به معاش احمد x است. پس این احمد است. در اینجا نوشتم کنم احمد، در اینجا نوشتم کنم کل. صحیح است؟ پس فهمیدی؟ پس دقیقاً رو یاد داریم ما و شما دیگه. میریم x دریافت میکنیم. x چند میشه؟ x اعمال گفتیم میشه n ضرب در از این بخش تقسیم بر از یک خط کسی میکشیم. پس میشه 2 ضرب در 27,000 صحیح تقسیم بر چند؟ تقسیم بر 5. خب 2 ضرب در 27,000 چند میشه؟ 2 تا 27,000 میشه 54,000. صحیح؟ پس میشه 54,000 تقسیم بر 5. 54,000 تقسیم بر 5 کنیم. من اینجا تقسیم کنم 54,000 تقسیم بر 5. صحیح؟ خب میشه 1 5 5 باقی مانده 0 4 میانیم پایین. صحیح؟ خب نمیشه 1 تا 0 میمونیم، رقم بدیل 0 میان پایین. پس میشه چند؟ 8 5 40 باقی مانده 0. صحیح؟ 2 0 دیگه پایین میده پیش میره. پس میشه 10,800. پس جواب ما و شما چند میشه در اینجا؟ پس x مساوی است با 10,800 افغانی. صحیح؟ پس از این 27,000 افغانی باید چقدر شوه؟ 10,800 افغانی شیم. سهم چی میشه؟ سهم احمد میشه، چون 2 هفته کار کرده. و اگر ما و شما به جای نسبت احمد به جای مسعود بانیم 3 رو بانیم، 3 به x، باز چی میشه؟ معاش مسعود دریافت میشه. باز x مساوی میشه 27,000 ضرب در 3 تقسیم به 5، که او را تقسیم کنیم میشه چند؟ از این طریق هم بتون دریافت کنیم، از این طریق هم بتون دریافت کنیم. شاگردای عزیز دقت کنید، کل معاش چند بوده؟ 27,000. معاش احمد چند شده؟ 10,800. این از این منفی کو دیگه نه؟ 27,000 منفی 10,800. از 10,800 از 27,000 کم کنی چند میشه؟ کم کنیم. هم میتونیم باشک دریافت کنیم، هم میتونیم چیکار کنیم؟ هم میتونیم دوباره جدول تناسب جور کنیم، نه؟ پس چی میشه؟ پس x شد چی؟ معاش احمد شد چند؟ 10,800 افغانی. از 27,000 افغانی کم کنیم چند میشه؟ پس معاش مسعود، پس 27,000 منفی 10,800. صحیح؟ منفی کنیم. 0 از 0 0 0 این میشه 6، این میشه 10. صحیح؟ 8 از 10 2، این میشه 6، این میشه چند؟ 1. میشه 16,200. صحیح؟ پس 16,200 افغانی میشه معاش مسعود. فهمیدید چرا رقم شد دیگه نه شاگرد عزیز؟ دقت کنید ها. پس چی شد؟ تقسیم به اجزای متناسب. ما شما اگر بخوایم یک عدد به اجزای متناسب تقسیم کنیم، دقت کنید، باید نسبت کل دریافت کنیم ما حتما، چون کل معاش است دیگه. اون عدد ما خواهیم تقسیم کل، اون عدد کل است. پس باید نسبت کل دریافت کنیم. یک تناسب جور میکنیم با کل. پس کل نسبت کل ما و شما چند است؟ 5 تقسیم بر کل ما شان است 27,000. صحیح؟ پس 5 تقسیم بر 27,000 مساوی است با علی احمد میخوایم دریافت کنیم. پس نسبت احمد 2 است و معاش احمد نامش x میگیریم. و خود یاد داریم دیگه، طرف وسط این میتونیم دریافت کنیم دیگه، نه؟ پس x چند شد؟ معاش احمد شد 10,800 افغانی و معاش مسعود چند شد؟ 16,200 افغانی، که جمع از هر دو چند میشه؟ 27,000 افغانی میشه. درست است؟ بله، بسیار آسان. پس این چی شد؟ مساوات و عدالت رعایت شد، چون احمد 2 هفته کار کرده و مسعود 3 هفته کار کرده بود. صحیح؟ پس این چی است؟ یک تا مثال من برات دادم، تقسیم به اجزای متناسب. درست است؟ خب پس شاگردای عزیز و گرامی، تقسیم به اجزای متناسب ما و شما هم چی شد؟ خلاص شد. پس اینم تیک مارک میکنم. پس درس ما و شما در اینجا چی میشه؟ امروز خلاص میشه. و کارخانگی. کارخانگی گفتیم تمرین های صفحه 40, 42 و 44 کتاب چی کن؟ حل کن و ما روان کنید. چه طریق روان میکنید؟ از طریق نمبر 20964-780-255-40-13. درست است؟ و در واتساپ میتونید با ما روان کنید. اگر کدام سوالی دارید، کدام مشکل در حل کارخانگی دارید،
کدام انتقادی داره، کدام پیشنهاد دارید، میتونید با ما در ارتباط شد با همین نمبر که برای شما خواندم. درست است؟ خب شاگردای عزیز و گرامی، پایان جلسه اول از فصل دوم. مانده نباشین، بخیر باشین. شما را به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم.